مرده اومده موهاشو موهاش بلند شده. خب پیغمبر فرمانده برو سلمونی موهاتو کوتاه کن. تو مردی، زن که نیستی. اگر میگی نه من زنم، آقا یه شیکه من بذار برام، خیال ما راحت کن دیگه. آخه تو که زن نیستی، تو مردی، برای چی موهاتو بلند کردی؟ بعد موهاشو بسه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خون به دل رهبر انقلاب میکنه. این آقا رو همدیگه میشونه اونجا پشتش، کلاش هم چی میکنه باش میپره، این کلاش هم چی میکنه باش میپره. با چه معنی داره؟ خیلی خجالت بکش. بعد اومده فلان پست هم مثلا به آقا دادن، به آقای کیک دادن، موهاش هم بسته اینجا گشته. خیلی چه معنی داره؟ گل سر زده، کش انداختن به اینجا. اون یکی یه توریه اومده سید ماهیگیری کشیده رو سرش که موهاش نداره. آخه این بازی ها یعنی چی؟ بده، زشته. خدا خواسته مؤمن مرد مردانگی داشته باشه، جوانمردی و فتوت داشته باشه، شأن خواسته برای شما. بابا برید شما تو بیصحرا، تو قبرستون برید، به چشم خودتون دارید میبینید. میگه مرده مؤمن احترام داره. گل نرگسم بیام، دل برمون سم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا، ای گل نرگسم بیا، دل برمونسم بیا. اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث حجاب آیاتی از قرآن کریم رو خدمت عزیزان مطرح کردیم درباره حجاب، در پاسخ به اون کسانی که مسلمان هستن، شیعه هم هستن، ولی کن بعضی مواقع میگن که ما آیا آیاتی هم راجع به حجاب در قرآن کریم داریم یا نداریم. که عرض کردیم آیات متعدد راجع به حجاب داریم در قرآن کریم و مواردی رو که اصلا به ذهن ما نمیرسه بعضن در این زمینه که آیا در این زمینه آیاتی باشه، ما دیدیم که این آیات حتی در قرآن کریم وجود هم داره، مانند آیاتی در نهی شدید از اینکه دختری دوست پسر داشته باشه، پسری دوست دختر داشته باشه. اینها رو قرآن نهی شدید فرموده. بعد عرض کردیم بعد از این آیات که البته آیات دیگری هم در این زمینه هست، ولی که ما گفتیم که وقت و زمان ما اجازه به ما نمیده که همه اون آیات رو بررسی بکنیم، بلکه مقداری از این آیات که در جامعه کنونی الان بیشتر مورد بهره برداری قرار میگیرد، همه آیات مورد بهره برداری قرار میگیره، اونها بیشتر مورد بهره برداری قرار میگیره، اونها رو بررسی کردیم و گفتیم که بپردازیم به روایات و احادیث. آیا در بین احادیث و روایات هم موارد و مطالبی راجع به حجاب و حواشی اون، مسائل و موضوعات مختلفه پیرامون حجاب، آیا ما حدیثی روایتی داریم؟ در جواب گفتیم که بله، صدها حدیث پیرامون اصل حجاب، پوشش زن، پوشش مرد، دوست پسر داشتن، دوست دختر داشتن، رابطه نامشروع برقرار کردن، دست دادن زن با مرد، مصافحه کردن، اختلاط‌های آنچنانی، شوخی‌های آنچنانی و امثال اینها، گفتیم صدها حدیث داریم که از بین این صدها حدیث چند حدیث که مانند آیات مورد بهره برداری بیشتری می تواند قرار بگیرد، اینها رو انتخاب کردیم برای دوستان. اینها رو در جلسه اول این بحث به عرض رسوندیم. توجه خانم ها و آقایون رو جلب می کنم به
قسمت دوم این بحث و آخرین بحث ما پیرامون روایات و احادیث وارده در مورد مسئله حجاب و حواشی اون و زیرمجموعهای اون، موضوعاتی که در این زمینه وجود داره. و این تذکرم دادیم که ما این احادیث رو خیلی مخلوط و به قول معروف در هم و بر هم ارائه می کنیم. این مثل یک پازلی میمونه که خود دوستان این پازل رو میچینن، هر حدیثی رو جای خودش قرار میدن. این زحمت رو هم خود عزیزان باید بکشن. این احادیث پیرامون موضوعاتی است که ما آیاتش رو قبلا خوندیم و اگر آیات مجمل هم بیان کرده باشه اون مطلب رو، مختصر بیان کرده باشه، این احادیث و روایات مفصل اون موضوعات رو بررسی میکنه و بیان میکنه و حتی تبیینش میکنه. قسمت دوم این بحث رو با یک حدیث بسیار زیبا آغاز میکنیم. این حدیث در چند کتاب روایی آمده که وسائل الشیعه جلد هفتم صفحه 154 این حدیث رو نقل کرده اونجا صاحب وسائل. عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 1 صفحه 249 و همچنین بهار الانوار جلد 103 صفحه 246. آدرس های متنوعی هم دادیم که هر کدوم اگر وقتی پس و پیش بود مجلداتش، دوستان میتونن به کتاب دیگری رجوع بکنن. این حدیث بسیار مهمه. راویش مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. حضرت بیان میفرمایند که اصل حدیث رو من یه مقدار عربیشو میخونم بعد توضیح میدم. ان علی علیه السلام قال، از علی علیه السلام که حضرت فرمودند دخلت انا و فاطمه علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت میفرمایند که من و همسرم فاطمه بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم داخل شدیم. فوجدته یبکی بکاءً شدیدا، پس یافتیم اون حضرت رو در حالی که گریه می‌کردن، یه گریه بسیار شدید، خیلی با شدت گریه می‌کردن. فقلت له فداک، فداک ابی و امی یا رسول الله. حضرت میفهمن که من عرضه داشتم خدمت پیامبر که پدر و مادرم فدای شما یا رسول الله. مَا الَّذِي أَبْكَاكَ، چه چیزی باعث شده که شما گریه بکنی و شما رو به گریه درآورده، اونم این چنین. قال، حضرت فرمودن پیامبر، یا علی لیلتن اسرا بی الى السما، حضرت میفرمایند که من شب گذشته یا حالا شبی که سیر کردم و برده شدم به عروج کردم به آسمان ها، اونجا یک صحنه های بسیار تکان دهنده ای رو مشاهده کردم که این صحنه ها خیلی وحشتناک و تکان دهنده بود. من دارم به خاطر دیدن اون صحنه ها الان یادم افتاده، دارم گریه می کنم. حالا ممکنه که این مثلا یک شب بعد از معراج بوده، دو شب بوده، ممکنه یه هفته بوده، مقداری زمان گذاشته بوده. حالا اون بحثی سرش نیست، بحث سر اینه که حضرت تشریف بردن معراج و قضیه معراج هم که شما می دونید آیات متعددی در سوره مبارکه اسراء عرض به خدمتتون که و همچنین سوره مبارکه نجم راجع به معراج پیغمبر داریم که ما انشاءالله در جلساتی بحث تقریبا نیمه مفصل و منحصر به فردی رو پیرامون معراج خدمت عزیزان خواهیم داشت. بحث بسیار حساس و مهم هستش که در قضیه معراج چی بوده و چی گذشته اونجا. حضرت در عروج خودشون اولا از مسجد الحرام عروج کردن به مسجد الاقصا، یعنی اینکه یک
وسیله ای بهشتی اون بزرگوار رو از مسجد الحرام برد به مسجد الاقصا، اونجا حضرت نماز خوندن و بعد از نماز از مسجد الاقصا عروج کردن به آسمان ها، آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، رفتن در جاهایی که هیچ انسانی تا کنون پا نگذاشته، بلکه جایی هم رفتن که حتی ملائکه هم پای نگذاشتن. پروردگار متعال اراده فرمودن که همه جا رو به پیامبر اکرم نشون بدن، به حبیب خودشون نشون بدن. این یه بحثی حالا داره خودش، عرض میکنم بحث معراج. اونجا پیامبر بازدیدی داشتن، اصلا دعوت از پیامبر یکیش این بود که حضرت بازدید داشته باشه از دو بهشت برزخی و قیامتی و دو جهنم برزخی و قیامتی، که بهشت ها رو مورد بازدید قرار دادن، جهنم ها رو مورد بازدید قرار دادن، خود آسمان ها رو مورد بازدید قرار دادن، دستجات و گروه های ملائکه رو مورد بازدید قرار دادن. در یکی از این بازدیدها که مورد نظر ما هستش و مورد بحث ما هست، حضرت می فرماین که یا علی لیلتن اسرا بی الاسما، من وقتی رفته بودم در آسمان اونجا صحنه های خیلی تأثر آوری رو دیدم، خیلی وحشتناک بود و متأثر شدم، الان یادش که میفتم گریم. خب این صحنه ها چی بوده؟ قبل از اینکه حالا صحنه ها رو بخونیم، این رو شما میدونید که حضرت وقتی که جهنم برزخ رو مورد بازدید قرار دادن، جهنم برزخ چون ارواح درش هست، اجسام درش نیست، در جهنم قیامتی روح و جسم توأم با هم هست، در برزخ وقتی که انسان میمیره فقط روحش در برزخه، جسمش در قبر میپوسه و از بین میره، حالا تبدیل به عناصر میشه، اون دیگه بحث دیگه داره که بحثش کردیم، روحش میره عالم برزخ، ارواح همه در عالم برزخ هست، چه انسانهای خوب چه انسانهای بد. این ارواح وقتی میخواد متنعم به نعم بهشت برزخی بشه یا معذب به عذاب دوزخ برزخی بشه، اینها رو برای اینکه تجلی بتونه بکنه در یک قالب‌های مثالی قرار میگیرن. قالب‌های مثالی برای اینکه اینا یه چیزی باشه که محل بروز و ظهور داشته باشن، یا قالب‌های مثالی برای اینا پروردگار در نظر گرفته که در روایت هم آمده اینا در عالم برزخ میرن تو این قالب‌های مثالی، ارواح قالب‌های بسیار لطیف مثل خود روح اینها، یه چیزی مثلا فراتر که اینا بتونن بروز و ظهور کنن، تجلی داشته باشن، بعد در این قالب‌ها یا متنعم به نعم الهی میشن یا معذب به عذاب الهی میشن. پیغمبر میفرمایند که رأیت النساء من امتی فی عذاب شدید، چون فرصت کمه دیال عربی شو دیگه نمیخونیم، فارسی شو میخونیم تا آخر. حضرت میفهمد که من دیدم زنانی از امت هم رو که در عذاب بسیار شدیدی بودن. کجا؟ تو دوزخ برزخی، در بازدیدی که من اونجا داشتم، من پیغمبر داشتم اونجا دیدم، در عذاب بسیار شدید، فی عذاب شدید، اونجا در این عذاب شدید به سر میبردن. اینا رو به من نشون دادن، گفتن که این دوزخ هست، این هم افرادیه که درش دارن عذاب میشن. بعد حضرت میفهمد که به طوری که من اینها رو نشناختم، که اینها چه قومی هن، چه گروهی هن، در واقع چه افرادی هستن، از چه طایفه و قبیله ای هستن، من جوری اینها رو عذاب میکردن که من نشناختم اینها رو، و برای چی دارن اینها رو به این شدت عذاب میکنن و به این نوع عذاب میکنن. میگه وقتی که دیدم که اینها رو اینجوری عذاب میکنن، شروع کردم به گریه کردن، اونجا من گریستم و گریه کردم. بعد از اون مأمور عذاب پرسیدم که اصطلاحا به اینا خازنین میگن، از این خازنها و ملائکه عذاب پرسیدم که اینا رو برای چی اینقدر عذابشون میکنین و به این نوع عذاب میکنین، این عذاب شدید چیکار کردن اینا. میگه اون شروع کرد به هم توضیح دادن. بعد پیغمبر داره حالا برای امیرالمومنین و فاطمه سلام الله علیهما داره بیان میفهمد که حالا من کیا رو دیدم که اینا توضیحاتی که به من دادن، حضرت اون توضیحات رو داره
تبیین میکنه برای حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. حضرت میفهمد که یک زنی رو دیدم اونجا که دارن عذابش میکنن، آمدن او رو به موهاش آویزون کردن. شما میدونید که مثلا اگه زیر بغل شما رو بگیرن اجا آویزونت کنن، خب این تحمل میکنی، همین صرف آویزون کردن تحمل میکنی زیر بغلت. اما یه وقت هستش که به یک انگوش آویزونت میکنن، خب به یک انگوش همه وزن شما میاد داخل این انگوش، یعنی متصل به این انگوش میشه، این انگوش کشیده میشه، یک درد وحشتناکی داره که نگو نپرس. گفت یه در رو دیدم که اینها رو اومدن سر و ته به موهاشون، معذرت میخوام، به همین حالتی که هستن به موهاشون اینها رو آویزون کردن، همه وجود اینا تو موشون جمع شده، این مو رو گرفتن یه جا بستن به موشون آویزونشون کردن، و مغز سر اینها از شدت آتشی که داره شعله ور شده تو بدن اینها، مغز سرشون داره مثل یک دیگی که مثلا غذا توش قلقل میکنه اونجوری داره میچوشه و قلقل میکنه و اینا زنده هم هستن، فریاد میزنن، زجه میزنن، گریه میکنن، ناله میکنن، کسی به اینا ترتیب اثر نمیده. من دیدم اینا رو، گفتم که آخه اینا چیکار مگه کردن به این خازنین دوزخ برزخی؟ گفتن که این خانومی که شما میبینی که اینجوری به موهاش آویزون هست، این کسی بوده که خیالی نداشته در دنیا که موهاشو از نامحرم بپوشونه. حرفا چی؟ حالا میخوام نگاه کنن این موهای ما رو چی میشه، حالا همه اسلام مشکلاتش حل شده، موهای من مونده فقط بیرون، مشکل موهای من هست فقط، خب چه بیدارانی یا خود مو بیرون باشه، به کجا برمیخوره؟ این بی خیال بود، این موهاشو، فقط موهاشو، جای دیگه بدنشو نه، فقط موهاشو نامحرم دید. اینو دارن اینجوری عذابش میکنن. بعد حضرت توضیح داد باز برای حضرت امیر و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه که دیگه تا آخر حدیث به همین صورت هست که دیگه تکرار نمی کنیم، می فهمد که زن دیگری رو دیدم که این همه وجودش به زبونش متصل بود، یعنی از زبون آویزونش کرده بودن، از زبون که آویزونش کرده بودن با یک وسیله بسته بودنش، نوک زبونش رو به یه جای آویزون بود، دهنش همجور باز باز بود، داخل دهنش آتیش میریختن، داخل دهنه با یه وسایل خاصی آتیش میریختن. من خیلی میگه ناراحت شدم، گفتم آخه این کیه، این چه کار کرده؟ گفتن این زنی بوده که شوهرش آدم خوبی هم بوده، عرض به خدمتتون که مؤمن بوده، متدین بوده، شوهرش رو اذیت میکرده، با این زبونش اذیتش میکرده. میگه زن دیگری رو دیدم که خودش گوشت بدن خودشو میخورد، چون در دوزخ شما میدونید که افراد دیگه اون اختیار رو در بعضی مواقع از خودشون دیگه ندارن که بخوان اختیاری داشته باشن. میگه خودش گوشت بدنش رو میخورد و از زیر پاش آتش زبانه میکشید. میگه من از اون خازن سوال کردم این چی کار کرده؟ این خازن برگشت گفت یا رسول الله، این زن برای مردم زینت میکرده، صبح که میخواست اخونه بیاد بیرون یا بعد از ظهر که میخواست اخونه بیاد بیرون، یه دو ساعتی جلو آینه وامیستاد، یه آرایش بزکی میکرد، میگفتن تو که نه شوهر داری نه مثلا محارم اینجاست، شوهرت که اینجاست مثلا فلان، میگفت مثلا بیرون میبینن زشته اینجوری منو ببینن، یه آرایش تمام معنا میکرد میرفت بیرون، تو مترو، تو مینیبوس، تو اتوبوس، اینو خیالش هم نبود، بهش هم میگفتم میگو آقا حالا کی به این چیکار دیا، به شما چه مربوطه، من اینو مگه منو تو قبر شما میذارن؟ معلوم شد تو قبر ما نمیذارنش، اونجا بستنش، عرض به خدمتتون که به تو دوزخ خودش داره گوشت بدن خودش رو میخوره، آتش هم از زیر پاش داره زبونه میکشه. فریادش رو به آسمان بلند. حضرت محمود که در قسمت چهارم یک زن دیگری رو دیدم که دو پایش به دستهایش بسته بود، یعنی اورده بودن دو تا پاهاشو به دستاش بسته بودن، با یک وضعیتی شما دیدین دو تا پایی که به دستش یکی ببندن خودشو، حالا درون آتش زنا ایه سوسک میترسن. حضرت فهمون من دیدم مارها و عقربهای بسیاری هی هجوم میبرن به سمت این، نیشش میزنن، گوشت بدنشو میجون، عقربها میان اینو نیش میزنن، این فریادش به آسمون، دستی از خودش نداره دفاع کنه، پایی نداره تکون، میخواد دستاشو به پاهاش بستن.
من از خازن دوزخ پرسیدم که آقا این زن چه کار کرده؟ گفت این زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج میشود، با فلان خانوم قرار میذاشت برن خرید بکنن، برن به کیاکه سر بزنن. میگفتن آقا شوهر شما گفته در داخل منزل بشین، بی اجازه نرم. میگفت برو آقا، این حرفا مال قدیمی ها بود، الان دیگه این حرفا که نیستش، که هر کس هر جا میخواد، دموکراسی اومده، آزادی است، هر کاری دلش بخواد انجام میده. اینا به این صورت فرمود. در قسمت پنجم یک زنی رو دیدم که از ناحیه قفسه سینه او رو آویزان کرده بودند و آتش او رو فرا گرفته بود. من از خازن دوزخ پرسیدم که این زن چه کار کرده؟ ای چه گناهی انجام داده که اینجور باید معذب به عذاب بشه؟ میگه خازن دوزخ به من برگشت گفت که این وظیفه شوهرداری خودش رو انجام نمیداده، همین صرفا اومده یک باشگاه گرفتن، عروسی کردن، یه شوهری پیدا کرده. عرض به خدمتتون که بعد از اینکه شوهر کرده دیگه حالا هر کاری دلش میخواد انجام میده، دیگه دنبال اینه که شوهرش در قبال شوهرش چه وظایفی داره باید انجام بده و اینا. خب بعد فرمود که در قسمت ششم زنی رو دیدم که کر و کور و لال بود، در حالی که در تابوتی از آتش مغز سرش از دماغش خارج می شد و بدن او به صورت جزام و برس بود. جزام و برس یا برس یک بیماری است که خب شما می دونید بدن یک، عرض به خدمتتون که حالت مثلا زخمی پیدا میکنه و اون زخم داخل میشه، عفونی میشه اونجوری. این بدنش همه سوراخ سوراخ مثل این یکی دوتا زخمی که بعضی ها میگیرن اینجوری بود و اون حالت برس رو هم داشت. خیلی حالت زننده ای به انسان دست میده. میگه همچین حالتی داشت. میگه که ای چرا، ای چی کار میکرد؟ میگه این دنبال هرزگی میرفت در دنیا که بود، دنبال هرزگی میرفت، میمادم خونه، شوهرداریش هم میکرد، زندگیش هم میکرد، ولی از روز میرفت اینور دنبال هرزگی، با این خوش بود، با اون خوش رو بهش میکرد، با اون چکار میکرد. فرمود که در قسمت هفتم زنی رو دیدم که به دو پایش آویزان کرده هند، در حالی که در تنوری از آتش بود. یه حالت جایی بودش، این مثل تنور، اینو گشته بودن توی اون قسمت در دوزخ برزخی، به دو تا پاش اونو آویزون کرده بودن، یعنی سر و تش کرده بودن، به دو تا پا از بالا آویزونش کرده بودن. این همینجوری آویزون بود با دستاش پایین توی این تنور. توی تنور هم شما می‌بینید آتش وقتی حالت تنوری داشته باشه گر می‌گیره، همینجوری میره به سمت بالا. من از خازن دوزخ پرسیدم که او چه کار کرده بود؟ میگوید که بله، این فرد به فساد و فحشا گرایش پیدا کرده بود و دنبال فساد و فحشا بود، یعنی میرفت ابایی نداشت از فساد و فحشا، کارهایی که حالا ما بهش میگیم فساد و فحشاست که حالا هم بازگو کردنش اینجا زمان جداگانه میطلبه، همین که خود دوستان معنای فساد و فحشا رو میدونن چی هستش دیگه. میگه در قسمتی دیگه ازت میفهمد که یک زن دیگری رو دیدم که گوشت بدنش رو از قسمت جلو و عقب، یعنی هم جلوی بدن هم پشت بدنش رو، اینها مامورانی بودن، مکلف بودن به اینکه می آمدن به وسیله قیچی هایی از آتش، که جنس این قیچی ها از آتش بود و سوزنده بود، اینها رو دائما می چیندن و همینجور که می چیندن جاش گوشت جدید می روید، گوشت جدید به وجود می مند. اینا می چیندن، تون تون می چیندن، تون تون می چیندن با آتش. این فریاد می زد، زجه می زد. خود چیندن گوشت با قیچی خب خیلی درد داره، ولی حالا اون قیچی آتشین هم باشه که دیگه خب دردش خیلی مضاعف هست دیگه. میگه این کار انجام میدادن. گفتم ای چه کار انجام داده؟ گفت این خودش رو بر مردان عرضه میکرد، یعنی میرفت یک
دک و پوزی درست میکرد، یک مانتوی تنگی میپوشید، یک شالی رو کله مینداخت، یک آرایشی میکرد، میومد کنار خیابون، هر چی تاکسی جلو پاش با میشد سوار نمیشد. حالا این قسمتشو من دارم توضیح میدم. ماشین فلان شخصی که میومد مدلاشو نگاه میکرد، فلان مدل سوار ماشین میشد بره با این آقا بگرده. مثلا امروز فکر اینو نمیکرد که یه روزی اینجوری هم خواهد داشت، یا به گونه های دیگه تو فامیلی ها، تو مراسمات عروسی و اینا. شما این دکوراسیون رو برای خودت، این آرایش ظاهری از نظر لباس و غیره رو برای چی داری؟ برای خود میزنی فلان آقا میاد اونجا ما رو میبینه، آبرو داریم، آبرومون میره. آقا که بنا نیست شما رو ببینه که، خب ما بناست آقا رو ببینیم. اینجا خود رو بر مردان عرضه کردن، پیغمبر میفرماید که دیدیم که یه همچین کاری داره انجام، یه همچین عذابیش دارن میکنن. من به این خازن گفتم که این چیکار کرده؟ او به من گفتش که این خودشو بر مردان عرضه میکرد. میگه زن دیگری رو دیدم که صورت و دستهاش همینجور آتیش گرفته بود میسوخ، در این حال زنده بود، چون اینا میدونه که هیچ وقت مرگی اونجا ندارن. بعد خودش سرشو آورده بود داخل بدنش، روده های خودش رو میخورد. من از این خازن پرسیدم که ای چه کار کرده که این داره این کار انجام میده؟ عرض به خدمتون که حضرت اون خازن به من بیان کرد که یا رسول الله، این زنی بوده که تو دنیا تو مجالس که میشسته به یه خانم دیگه میگفته که مثلا یه دوست خیلی خوب برات سراغ دارم، یه خورده به خودت برس، بیا من دستتو بذارم تو دست فلانی، مثلا یه پسر خوشتیپی ماشین مدل بالا داره، تا کی میخوای اینجوری بشینی؟ دست از این امولبازی بردار، بیا من دستتو بذارم تو دست فلانی، بری یه خود باهاش خوشو بش کنی، کیفی بکنی، تو هم یه خود بگردی، آخه همه دارن میگردن تو این خیابونا، تو همه گردی، یه کافی شاپی بری، یه رستورانی بری، یه نمیدونم کجاکه بری، بستنی بخور. میگه این کارا رو انجام میده. تو مجالس دنبال این بود که برای این زنا فریب میداد، زنا رو براشون یه مردی، یه دوستی پیدا میکرد که برن با هم دیگه بگردن. میگه واسطه این کارها بود. بعد حضرت میفهمد در قسمت بعدی زن دیگری رو دیدم که این خیلی عجیب بود، سرش مانند سر خوک بود، بدنش مانند بدن الاغ بود. اینقدر عذاب بر این بود که حضرت بیان میفهمد یا از باب کنایه یا واقعا شمرده بوده اون خازن بهش گفته، که میگه نزدیک به 1,000,009 بر این عذاب بود، یعنی عذاب پی عذاب براش میامد. حضرت میگه من به این گفتم که این چه کار کرده که مانند بدنش مثل الاغ، سرش مثل خوک، یه حیوان اینجوریه ولی زن هست، چی کار کرده این در دنیا؟ این برنامه‌اش چی بوده؟ خازن به من بیان که یا رسول الله سخنچین بوده، تو فامیل همه رو میریخته به هم دیگه، از این به اون میگفته، بین مادر شوهر و عروس و فتنه به پا میکرده، بین دوماد و مادرزن فتنه به پا میکرده، فلان میریخته به هم دیگه همه رو. دروغ هم زیاد میگفته، یعنی نه یه دروغ دو دروغ بگه، حالا دروغگو بوده، دروغگو یعنی دروغ زیاد، دروغ گفته میشه دروغ. حضرت میفهمد در قسمت دیگه دیدم یه زنی به صورت سگ هست، این سگ، آتش از پشت او خارج میشه و این ورم ملائکه با یک وسیله مثل گرزهای تو این میدونای جنگ دیدین، تو این فیلم ها نشون میدن، مثلا میگن گرز آهنین، یک وسیله مثل این گرزهای آهنین که از جنسش از آتش بود، دائما تو سر این میزنن، این سرش متلاشی میشه، دوباره زنده میشه، همونجوری میشه، به بدنش میزنم، به سرش میزنم. میگه من از خازم پرسیدم که این چی کاره بوده، از اون مسئول عذاب پرسیدم این چی کاره بوده. اون خازم به من گفته که یا رسول الله این زنه رو دیدی؟ گفتم آره. گو این تو دنیا آواز خون بوده، حالا این توضیحاتش من میدم، مثلا میرفته توی زیرزمین جای پیدا میکرده یه سی دی آواز پر میکرده، میمدن تو بازار و خیابون و دم توپخونه و نام کجا و کدوم شهرستان و فلان میفروختن سی دی هاشو، سی دی آواز خانم فلان آواز میخونده، به به مثلا کلی سود هم کرده، چقدر جوان گمراه شده. آدم حسودی هم تو دنیا بوده که نمیتونست زندگی و کسی رو به خوشی و خرمی ببینه، ولذا به هم میریخته اینها رو. این هم کار این بوده. یه صلواتی بفرستید تو عرض کنیم. اللهم
بعد پیغمبر فرمود وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند، البته شوهرش آدم خوبی باشه، آدمی باشه که خودش آدم مشکلداری نباشه، و سعادتمند آن زنی است که شوهرش از او راضی باشد. اینو البته داریم تو پرانتز اینو میگیم در حالی که شوهرش آدم نرمالی باشه ها، نه آدمی که مثلا معتاد هست. خب آدم معتاد هر کاری زن کنه شوهر راضی نمیشه، یا آدمی که مشکلات روحی روانی داره که خب هر کاری زن کنه که راضی، باید به دکتر معالجه کنه. خوش آدم سالمی باشه، زن مشکل داشته باشه، زن شوهرش، زن سعادتمند اون کسی است که شوهرش ازش راضی باشه. این احادیث به گونه ای دیگر رو در مورد مردان هم از اون بزرگواران شنیده شده به گونه های دیگر. چرا اونا رو بیان نکردیم؟ اگه خانم ها بگن پس مردا چی میشه؟ مردان فراوون، یه مقدار زیادش رو گفتیم، حالا بازم خواهیم گفت. چون الان اونی که باعث فتنه است و آشوب داره به پا میکنه و داره به هم میریزه و داره افکار رو متلاطم میکنه و زندگی ها رو نابود میکنه، جلوی ازدواج رو گرفته، فعلا بدحجابی، بیهجابی، آرایش های آنچنانی، بیرون آمدن خانوم ها با اون لباس هاست، فعلا اینه. ما باید جلو این قضیه رو فعلا بگیریم، وگرنه نه اینکه مردا رو مثلا منها کردشون، نه مردانم، بابای مردانم خدا در میاره، احتیاطا مادرشون هم در میاره روز قیامت. هر آدمی که مردی که عرض به خدمتتون این که مسیر درست رو نره، مسیرش مسیر نادرستی باشه. این حدیث. یک صلوات بلند محبت بفرمایید تو احادیث دیگر خدمتتون تقدیم کنیم. حالا ببینید احادیث دیگه که مجبوریم سریع بخونیم، عربیاشو هم نخونیم. یک آقایی شروع میکنه یک خانومی رو یک جا دیده، یا محرم بوده یا نامحرم. اگه نامحرم بوده که خودش دیدنش که داره وصف میکنه اصلا خودش گناه بزرگیست که سر جای خود بارها عرض کردیم، آیه قرآنش هم خوندیم، یا محرمی هست به دلیلی برای یکی داره وصف میکنه از اوصاف خصوصی این خانوم. ببینید تا این زمینه ما حدیث داریم. پیغمبر فرمودن در وسائل و شیعه جلد 7، من خواهش میکنم سریع یادداشت بکنین اونایی که یادداشت میکنن چون وقت نداریم، باب 98 صفحه 133، پیغمبر فرمودن کسی که زنی را برای مردی وصف نماید. آقا چه هیبتی داره، چه هیکلی داره، چه روی داره، چه نمیدونم موی داره، چه نمیدونم، پیغمبر فرمودن اینو بگه برای یک کسی به این صورت، و آن مرد به واسطه آن وصف این آقا اون زن رو در چشمش، یعنی اون زنی که این داره وصف میکنه، به واسطه این توصیف کردن این آقا به گناه آلوده بشه، یعنی بره روی این قضیه فایل ذهنی پیدا بکنه، روش فکر کنه، از طریق این فکر به گناه بیفته. حضرت محمود این آقایی که این کارو کرده، این توصیفاتو کرده، از دنیا نمیرود مگر اینکه مورد غضب الهی واقع بشه، یعنی حتی در سکرات موت قرار بگیره، اونجا غضب الهی رو خواهد دید، بعد خواهد مرد بدون برو برگرد. حدیث بعدی در مورد اختلاط و گفتگوی نامحرم، اختلاط آنچنانی، یعنی حرفایی که حرفای زن و شوهری هست، بعضی از آقایون به زنها، بعضی از خانومها به آقایون یه وقت میگن، اختلاطای آنچنانی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اختلاط و گفتگوی مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد و دلها را منحرف می سازد. وقت ما میگیم بلا چه بلایی هست؟ بلا همینو که خب شما میبینی که یک تو جامعه ای مثلا دارم میگم، میبینی که هر چیز مسئولش از اول تا آخر میشینی، میبینی هیچ برفی نمیاد، هیچی نمیاد. یه جامعه اسلامی ها، جامعه کفار رو اصلا کاری نداریم. چرا جامعه کافر؟ دنیا فقط مال کافر هاست، آخرتی ندارن، ولی برای مسلمون که اینجور نیست. بهار الانوار جلد 74 صفحه 291 بود. این اختلاط و گفتگوی مردان با زنان نامحرم. بعد پیغمبر فرمود اینو که عرض میکنیم در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رحمت الله علیه صفحه 607 هست،
چه کتابهایی چه احادیثی که اینا بالای منابر متاسفانه آنچنان که باید شاید خونده نمیشه. روحانیت ما خیلی مسئولیتش سنگینه، خیلی، و سخنرانان دیگر ما هم همینطور. چقدر ما کتاب داریم، چقدر احادیث جالب. پیغمبر فرمودن کسی که با زن نامحرمی باب شوخی رو باز بکنه، شوخی رو عرض کردیم قبلا، چه شوخی رو اینجا مد نظر هست، قبلا تعریف کردیم شوخی هایی که ماها خودمونی میکنیم با محارم خودمون، اونم نه هر محرمی. عرض میکنم اینجور بهتره که بگیم زن و شوهر ممکنی همچین شوخی هایی بکنن. یه خود حالا پایین ترش هم مثلا بگیر، یه شوخی هایی که به هر حال رسم نی، عرف نیست. پیغمبر فرمود کسی که با زن نامحرمی شوخی کنه، اینا قابل توجه آقایون هست، خانومام همینطور. حضرت فرمود در مقابل هر کلمه‌ای که در دنیا به او گفته میشه، یعنی شوخی رو انجام میده، در قیامت و در برزخ 1000 سال حبسش میکنن. 1000 سال در مقابل هر کلمه. اگر ما ایمان واقعا نداریم، قرآن خیلی راست فرموده، فرموده یا ایها الذین آمنو، ای کسی که ادعا میکنید ایمان آوردی، خیلی جالبه، آمنو آمنو، فعل امر آورده بعدش، دوتا آمنو آمنو آمنو، یا ایها الذین آمنو آمنو. ای کسایی که مدعی هستین که ایمان آوردین ولی هرچی بهتون میگین گوشتون مثل این که نمیشنوه، آقا ایمان بیارید، مجددن ایمان، ایمانتون رو تجدید بکنید، شما ایمان نیوردید. اینا سخنان پیامبر، 1000 سال حبس میشه. بعد حضرت فرمود ادامه میده، تبدیل میکنه این شوخی کردن رو تو یک میهمانی با یک تلفن با یک هرچی به یک رابطه نامشروع. بعد حضرت فرمود در این رابطه نامشروع گام برمیداره، هی نزدیک و نزدیکتر میشه. حضرت فرمود تا به هر جا که پیش بره تو این رابطه نامشروع. حضرت فرمود اون 1000 سال حبسی را که گفتم مضاعف میشه، یعنی برای هر گامی که پیش میرود عذابش دو برابر میشه، یعنی 5 تا 2000 سال بوده میشه 10000 سال، 10000 سال هم به خاطر گام بعدی به عذابش اضافه میکنن، نگهش میدارن. وقت شما تصور بکنید در برزخ مثلا یکی یهو به خواب، یکی من به خواب، من حجیت زیاد نداره، اما بعضیا خیلی یهو میگن آقا من واقعا دیدم خواب وحشتناک دیدم فلان اینا، چرا این فرد گرفتار اینقدر گرفتار، هر چی براش خرما میدیم، حلوا میدیم، شله زرد میدیم، آشغال قلمکار میدیم، غذا میدیم، نجات پیدا نمیکنه. بابا خب اینه جریان، اینه، این یه شوخی کرده، توبه نکرده، ادامه داده به یه رابطه نامشروع رسونده. بعد حضرت فرمود اگر زن به این کار راضی نبوده، این یه شوخی میکرده با خانم سرشو میداخت پایین میرفته، یا میگفت آقا شوخی نکنی، بازم ادامه میداده، کارای دیگه کرده، کارش به این رسیده، به تجاوز و تعدی رسیده مثلا به یه همچین فردی. فهمود تمام اون گناهی که بعد به اون زن بدن، اون گناه ها رو میدارن به پرونده عمل اضافه میکنن، گناه اون زن هم به گردن این. اگر زن راضی به این شوخی کردن و فلان و این روابط بوده، او گناه خودشو داره، اینم گناه خودشو داره، همون 1000 سال صبر حبس برای او هم هست. بعد باز در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 615 پیغمبر فرمود کسی که چشمانش رو از نگاه حرام به زنی پر کند، یه وقت نگاهش میفته نگاهش رو ور میداره، اما یه وقت نگاهش میفته سبحان الله، خدا چی خلق کرده واقعا، لا اله الا الله، الله اکبر، از این خلقت خدا، به 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 به، نه خدایا چه دستی، دست مریضات با این خلقته، باریکلا به این خلقته، خودشو گول میزنه واقعا، چششو پر میکنه از این نگاه حرام. حضرت محمودن خداوند در روز قیامت اولا چشمانش رو با میخهای از آتش پر میکنه، یعنی میگه دو تا میخ کلوف توی چشش از آتش میکوبونن، میخهای خاص دوزخی میکوبونن تو چشاش، و اینو نگهش میدارن تا چه زمانی؟ پیغمبر فرمود تا زمانی که خداوند حکم کردنش بین مردمان در صحرای محشر تموم بشه، این از اول تا آخرش با این دوتا میخ آهنین هست. بعد که تموم شد تازه پروردگار دستور میده حالا ببرینش به سمت دوزخ،
ببرینش بنزینش داخل جهنم. حدیث بعدی از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در چه بابی؟ در باب این که بعضی ها میگن آقا کراوات زدن اشکالی داره، پاپیون زدن اشکالی داره، ما مثل فلان کس که تو ماهواره امسال میگه رنگ امسال رنگ آبی مد امسال اینه که پیرنا اینجا باشه که جوونا دلا که میشن، عرض به خدمتتون که تا نصف اونجایی که میخوان دفع مدفوع بکنن پیدا باشه، مد اینه، ای خاک بر سر اون مد و خاک بر سر اون جوونی واقعا که دنبال این حرفای هچل حرف هست. آخه من یه دفع مدفوعی دارم که باید بپوشونم محلش رو از دیگران، که حیوانات هم بعضا اینگونه خلق شدن یه دم میدارن که بپوشونن، آخه من میرم عمدم خودم یه چیزی بپوشم که نصف اینو دلدا که میشم همه پیدا بشه برای همه، همه نگاه کن آخه چی رو لذت ببرن، همه از کجا لذت ببرن؟ این عقل آخه ما داریم؟ پیرهن انقدری پوشیدن یا شلواری که یه فاق کوتاهی داشته باشه، شلوار نم فاق کوتاه این بزنیم تو این مانکنا پوشیدن، نم کمربند کجکی بهش ببندیم چون یه آدم خلوچل دیوونه ای که الحمدلله یکیشون سقط شد به نام نمیدونم اون جکسون ملعون لعنت الله علیه، الحمدلله سقط شد در دوزخ، الان به عذابهای فوق تصور واقعا معذب هست. دنبال یه افراد اینجوری هرزه فاسد بریم؟ آخه این زندگی واقعا یعنی چی؟ خود اصل زندگی یعنی چی؟ ما اومدیم زندگی بکنیم یا اومدیم که دنبال یه سری مسائل اینجوری باشیم؟ دنبال یه افرادی که کثافت از سر و روشون بالا میره اینا رو بذاریم الگو خودمون نگاه کنیم ببینیم آقا این چی میگه؟ تو ماهواره ببینیم یا مردک دیوانه اومده تو ماهواره میگه امسال سال رنگ این مد فلان این لباس ها رو بپوشید، دوم گذاشتن دوم بذاریم، سوم گذاشتن سوم بذاریم، فلان حیوان شدن امسال گورخری مد هست، گورخر خودتی بابا جان من، ما انسان هستیم، مدل فلان بیاید بیرون. آخه یعنی چیه؟ مگه ما انسانیتمون رو فراموش کردیم؟ حضرت فرمود ببینید چقدر احادیث زنده است، اسلام چه چیزایی داره و ما واقعا سراغش نمیریم. حضرت فرمودن در بهار الانوار جلد 79 صفحه 303 باب و تجمل و اظهار نعمه، باب و تجمل تو بهار الانوار، چقدر مجلسی رحمت الله علیه زحمت کشیده. حضرت فرمود پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می نهد تا زمانی که از فرهنگ و آداب و رسوم از کافران تقلید نکنند. وقتی تقلید کردن دیگه تو مسیر خیر نیستن. آخ آخ امرو ماهواره چی گفته ما اون کار انجام بدیم؟ یه سری اجنبی کافر لائیک بی دین بی اصالت بی ریشه چی گفته؟ مردک اومده اونجا دستمالش رو تکون میده، من هفته دیگه با یه چند تا هواپیما میخوام بیام اونجا بشینم، عرض به خدمتتون که حکومت رو سرنگون کنم، او حکومتی که با یه دستمال گردوندن و نمیدونم آوازی خونی تو بخواد سرنگون بشه، هر چی زودتر سرنگون بشه بهتره. آخه مردک اینقدر تو بی عقل و نفهم و کج‌فهم و بی شعوری، از تو بیشعورتر و کج‌فهمتر و نفهمتر اونان که به حرف تو اطمینان میکنن. حالا تو دیوونه یه قرص روانگردان خوردی میگیم امر به صحت میکنیم که روانگردان خوردی فلان کلت کار نمیکنه، یا حشیش کشیدی مخ تاپ برداشته، ولی اینایی که پای این تلویزیون نشستن دارن به حرف تو همشون که آره گفته هفته دیگه با هواپیما میان، بر خلوزی این باید ما گریه بکنیم؟ اینی که داره گوش میکنه؟ حضرت فرمود تا زمانی که از فرهنگ و آداب و رسوم از کافران تقلید نکنند و اگر در آداب از بیگانگان پیروی کردند، خداوند قادر متعال چیکار میکنه؟ فرمود آنان را ذلیل میگرداند. ذلیل میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف اومده اینجاش یه چیزی نوشته، بردنش اونجا گرفتن بردنش، میگن پسر جان میدونی اینجا به انگلیسی چی نوشته؟ یک حرف زشت نوشته. آرام آرام به پشتش یه چیزی نوشته،
جملاتش اینقدر وقیحانه است که من نمیتونم فارسیش اینجا برای شما بگم. کلا گشته رو سرش، کلاش چیزی داشته، با یه شلواری زدن پاش کرده، ذلت از این بدتر که من آمدم یه شلواری پام کرده، اینجاش رنگش رفته، اینجاش رنگش رفته، اینجاش یه وصله‌ای بهش دادم، اینجاش اومدم سولاخ کردم سر زانوشو. بهم میگن چرا همچین؟ مگه امروز شلوار تو مادرت نشسته بوده چی بکنی؟ مال کس دیگر ورزش، مال کارگرای ساختمون بوده اینا رو پاد کردی؟ میگه نه مده. این ذلیل طفلک، این خار دست شیطون شده. من درجهش انقدر افول پیدا کرده که آمده کسی رو، موجودی رو مورد پرستش اون وقت داره قرار میده، یعنی به نهایت درجه ذلت رسیده. نهایت درجهش اینه، چیه؟ موجودی رو مورد پرستش داره قرار میده که خود اون موجود داره خدا رو میپرسته، یعنی شیطان، ابلیس داره خدا رو میپرسته. بله، بخونید قرآن کریم رو. بیان میکنه روز قیامت من از اعمال این دیوونه هایی که اومدن میگن من شیطان پرستم و به دستور من گوش میکردن، من از اعمال اینا خدایا بیزاری میجویم. من با اینا نیستم و منو با اینا یه وقت مشهور نکن، من با اینا نیستم. بخونید آیاشو. بعد اینا خطاب به شیطان میگن فلون فلون شده، مگه تو نبودی ما رو عرابه دار کرد؟ میگه شما صدا، آیه قرآن، صدای منو شنیدی؟ نه. منو دیدید؟ میگن نه. میگه کجا من به شما گفتم برید این کارا بکنید؟ من دارم الان پیشگاه خدا میگم من نگفتم اینا این کارا رو بکنن. من شیطونم، به تو گفتم سجده به آدم نمیکنم، کارهای دیگه اینا حکم. بعد خود شیطان به اینا همچی میکنه، میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، برید خودتون سرزنش بکنید. خدا بهتون عقل داده بود، 124 هزار پیغمبر، 12 امام معصوم اومده بود، کتاب آسمانی براتون آورده بودن، همه اینا گشتین که نه منو دیدین نه صدای منو شنیدین. میگه ما گول تو رو خوردیم. شیطان بهشون میگه غلط کردین، شیطان بهشون میگه غلط کردین، میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، من بهتون گفتم سر زانوهاتون رو برین سولاخ کنین بگین مده. خب شما دیوونه اید، وقتی دیوونه اید من چیکارتون بکنم دیگه؟ اینها تبعیت کردن از فرهنگ بیگانگان. خیلی جالبه، شما برو اون وقت توی خود اون کسایی که اینا رو مد میکنن به خودمون بگو که همچین تنبونی پاد کن، اگه پاش کن، برای اینکه افغانستان اول که آمریکا آمد توش، من میپرسم اینا رو دائما با اینا که افغانیایی که هستن، میگم الان چه خبر؟ میگه تا اونجایی که تونسته در عراقو که اشغال کرده، افغانستانو که اشغال کرده، اول کاری که کرده چند تا کاره: یک، وفور مواد مخدر، دو، مشروبات الکلی که مغز رو از بین ببره، سه، ایجاد رقاص خونه و اختلاط زن و مرد با همدیگه فلان فلان و مدهای آنچنانی و دادن ماهواره به یکی دونه مجانی به اینا بزنید رو تاخچه‌هاتون. کاگلی تو افغانستان یه ماهواره برای کلهش هست، ماهواره رو نگاه میکنه. بعد شما هم چی میکنه؟ خب حالا آمریکا آمده میگه ما اومدیم که در خدمت این افغانی ها باشیم، اینا نمیفهمن، سواد ندارن، چی نرن فلان اینا. یه خود بیشتر تأمل کن ببین برای چی اومده تو استان هلمند، اورانیوم بسیار زیادی داره، معادن گاز فراوونه تو افغانستان، جواب کل عربستان رو میده، اما دست نخورده آکبند، آکبند. اما اینا نباید استفاده بکنن، اینا باید دنبال ماهواره سر شوالیشون رو سوراخ کنن، ذلیل بشن، بدبخت بشن، بیچاره بشن، مملکتشون رو در اختیار آمریکا بذارن، هر جاشو خواست بره صوبا بمبارون بکنه تو پاکستان. اصلا نه انگار این پاکستان بدبخت، انگار نه انگار دولت داره، انگار نه انگار رئیس جمهور داره. وقت میگه ایرانم بیاین مثل ما بشیم، مگه ما احمقیم که مثل شما بشیم؟ هر جا کشورمون رو خواستن صبح بیان هواپیما بمبارون بکنه، هر جور خواستن بیان عمل بکنن با نوامیس انسان، مگه ما دیوانه ایم؟ مگه احمقیم؟ الحمدلله اکثریت این مردم اینقدر فهم و درک و شعورشون میرسه، عقلشون میرسه، واقعا باید باریکالله گفت. البته مطلب اساسیش خود وجود رهبری هست، اینه که بارها من عرض میکنم که قدر رهبر رو باید دونست، قدر ولی فقیه رو باید دونست. پاکستان و افغانستان و عراق و اینا نداره همچین چیزی، وگرنه اشغالگر نمیتونست اونجا وایسه. این حضرت بیان میکنه اینجا وقتی از آداب از بیگانگان اومدن کراوات زدن، پاپیون زدن، نمیم چیکار که هر کنون را میکنن بکنیم، ما کلاه یهودی اومده بذاریم سرمون، چی شد؟
حضرت فرمود خداوند ذلیلشون بکنه. ذلت از این بدتر که آدم شیطون پرست بشه، ذلت از این بدتر که آدم یه چیزی میزه میگه بذار تو ماشینش بوم بوم میره 2 میلیون هم پول میده که بوم 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 بکنیم، میگه برای چی این کار، این مغزت ربه میره چند سال دیگه اینا رو مغزت باید به تومور مغزی میگیری اذیت میشی، دکتره کاری برات نمیتونه بکنه، چشته اینجوری اینجوری میشه، خواخه فکر اون روزتو بکن. ذلت از این بدتر. این میگه که خاصه براش اون بیگانه اینو براش خواسته که این نسلش از بین بره. حدیث بعدی، تشبه زن به مرد، مرد به زن. ببینید چه خبره. یک صلواتی محبت بفرمایید. مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 208. من اول اینم بخونم که عرض به خدمتتون که تکمله حدیث قبلی باشه. از نهج الفصاحه میارم کتب مختلف صفحه 509. پیغمبر فرمود کسی که خود را شبیه غیر مسلمان درآورد از ما نیست، یعنی از ما که مسلمان هستیم نیست. حالا دنبال اینه که فلان الگوی خارجی بیدین چجوری داره راه میره، من میخوام مثل اون را میگه این شلوار چیه؟ شلوار فلانیه. این پیرن چیشه؟ پیرن فلان کسه است که اونجا یه آدم بیدین لا مذهب کثیف تنش کرده، ای داره پوز اونو میده. کاش یه آدم حسابی بودون. زنه مثلا اونجا یک پیرنی چیزی تنش کرده، یک آرایش کرده، میگه آرایش فلان زن هست، لااقل اگه میخوای این کارم بکنی بری تو جهنم، با پا خودت برو. یعنی انقدر اراده داشته باش که خودت از خودت یه چیزی در بیاری، نه تابع اونها باشی. حضرت فرمود کسی که خود رو شبیه غیر مسلمان در آورد از ما نیست. بعد این مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 208، پیغمبر فرمود خدا لعنت کند. دعای پیغمبر مستجاب یا مستجاب نیست؟ بله؟ خدا پدرتون رو بیامرزه. حضرت فرمود خدا لعنت کند زنانی که خود را شبیه مردان در آورند، و خدا لعنت کند مردانی که خود را شبیه زنان می کنند. خانوم یه کت پوشیده، یه شلوار، تو خیابون در راه میره، موهاش هم بسته، یه کلا اینجوری گشته رو سرش، میگه موهامو مردونه بزن. مسیر لعنت و همون توی سلمونی برای خودش درست میکنه، میگه موهامو مردونه بزن. حالا اگر این کار رو بکنه فقط برای شوهر خودش باشه، باز شما راه توجیه داری، میگه ابن نداره. اما وقتی این کار رو میکنه که تو جامعه بره، تو میهمانی های آنچنانی بره، اختلاط داشته باشه، ما نامحرم، پیغمبر فرمود این زنیست که خودش رو شبیه مرده کرده. مرده اومده موهاش بلند شده، خب پیغمبر فرمود برو سلمونی موها تو کوتاه کن، تو مردی، زن که نیستی. اگر میگی نه من زنم، آقا یه شیکم هم بذار برا ما، خیال ما راحت کن دیگه. آخه تو که زن نیستی، تو مردی، برای چی موهاتو بلند کردی؟ بعد موهاشو بسته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خون به دل رهبر انقلاب میکنه، این آقا رو همجوری میشونه اونجا پشتش، به کلاش همچی میکنه، موهاش میپره این بار، کلاش همچی میکنه، موهاش میپره. با چه معنی داره؟ آخه خجالت بکش. بعد اومده فلان پستم مثلا به آقا دادن، به آقای کیک دادن، موهاش هم بسته اینجا گشت، آخه چه معنی داره؟ گل سر زده، کش انداختن به اینجا، اون یکی یه توریه اومده سید ماهیگیری کشیده رو سرش که موهاش نمید. آخه این بازی ها یعنی چی؟ بده، زشته، خدا خواسته مؤمن مرد مردانگی داشته باشه، جوانمردی و فتوت داشته باشه، شأن خواسته برای شما. بابا برید شما تو بیصحرا، تو قبرستون برید، به چشم خودتون دارید میبینید. میگه مرده مؤمن احترام داره، تو چند تا لباس بپوشونینش، بهش صد بمالید بدنش بو نده، بهش نم کافور بزنید بوی بدنشو بگیره، میکروب بدنشو بگیره، دیگران اذیت نشن بتونن اینو دفنش بکنن. مردم با احترام تشییعش کنید، با احترام به خاک بسپارید، با احترام مراسم براش بگیرید، بالا سر قبرش بایستید، قبرشو بلند کنید، جانوران بیرون نیان از داخل قبرش، جانوران بیرونی داخل قبر. آوه، چرا این شعنا رو ما خودمون زیر پامون میذاریم؟
مومونو مثل زنه درست میکنی، مگه تو زنی؟ خدا تو رو مرد آفریده، مرد باش. اون زنم زن آفریده، زن باش. امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام حدیث 91-34 از میزان الحکمه صفحه 2665 حضرت میگه تو مسجد پیامبر نشسته بود، خود امیرالمومنین، راویش خود حضرت. ببینید یه مردی اومد اونجا که خودشو به صورت زن در آورده بود، موهاشو بسته بود، یه چیزم بسته بود به دنبه موهاش، یه هیئتی گرفته بود مثل زن ها. حضرت تا دیدش تو مسجد فهمود اخرج، برو بیرون مسجد، برو بیرون از مسجد رسول خدا، برو بیرون، ای کسی که رسول خدا لعنتش کرده است از مسجد برو بیرون. بعد حضرت بلافاصله برای مردم اونجا فرمودن که شنیدم که رسول خدا میفرماید لعنت خدا بر مردانی که خود را شبیه زنان میکنند و بر زنانی که خود را به شکل مردان در میآورند. بعد همچین میکنه موامون بلند میشه چیکار کنیم؟ خب موات بلند میشه سلمونی هست، پول نداری؟ ما به طول دادی بری سلمونی. موامون بلند میشه پس سیبیلمون هم بلند میشه نگه بدینیم، مثل این عرض به خدمتتون که طایفه ای از هندوها بیاریم بکشیم دور گوشمون و بعد زیادیشو بشه دور کلمون، زیادتر که میاریم دیگه موندیم به کجا ببندیم اینجا. آه یعنی چی این کارو؟ ببینید پیغمبر فرمود راجع به آرایش کردن خانوم ها، قال النبی صلی الله علیه وسلم، عربیشو نمیخونیم وقت خیلی زیغ هست، ثانیه هایی فقط فرصت داریم. هنگامی که زنی آرایش کرده و معطر اترم به خودش میزنه از خانه خارج میشه، اتوبوس، مینی بوس، مترو، واویلا واویلا، و شوهرش نیز به این کار راضی باشد. بعضی از آقایونو من عرض کردم برای شما، نه اینکه نداشته باشیم، داریم. آقای دکتر دانشجو پزشکی بوده، دکتراشو گرفته، کم آورده، به خانوم داره فشار روانی میاره، خانوم شما دیگه از فردا حق نداری با چادر بیای، چون من نمیتونم جلو دوستام شما رو با چادر نشون بدم. دوستان من همه افراد روشن فکرن. یا الله، ما روشن فکر نفهمیدیم یعنیش، بالاخره این معنیش اینه واقعا. خانوم رو وادار کرده چادرشو برداره آرایش کنه، یه عطر خوب بزنه جلو این دوستان من، اینجوری رفت آمد کن. پیغمبر فرمود زنی که این کارو میکنه شوهرش نیز به این کار راضی بشه، به ازای هر قدمی که زن برمیداره یک خانه در آتش برای شوهرش بنا میشه. یه خونه، از این خونه میبرنش تو اون خونه، عذابش میکنه از اون خونه به اون خونه. این حدیث تو بهار جلد صفحه جلد 153 جلد 53 معذرت میخوام صفحه 249 جامع الاخبار هم صفحه 108 این حدیث رو نقل کرده. بعد در مورد آرایش خانوم ها فرمود هر زنی که از خونه آرایش میکنه، عطر میزنه برای نامحرم، میاد بیرون تا زمانی که میره گشتاشو میزنه برمیگرده، قصد و غرض ممکن نشه باشه، ولی همین کارو که انجام داد پیغمبر فرمود ملائکه از بدو خروجش لعنتش میکنن تا زمانی که تو خونه برمیگرده. این لعنت ها همه تو نامه عملش نوشته میشه. ما فرصت دیگه ای نداریم، ان شاء الله بحث دیگری پیرامون حجاب در خدمت شما از حواشی این بحث خواهیم داشت و به شرط حیات ان شاء الله اون بحث ها رو هم انجام خواهیم داد و بحث حجاب رو ان شاء الله پروندهشو خواهیم بس. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل